سرمایه دلم اومدم براتون با آموزش این که چطور این حاله زیر چشم رو بپوشونیم موقع آرایش. به این ربطی نداره که سنتون چقدر باشه، ممکنه این هر کسی این حاله رو توی 18 سالگی 19 سالگی هم داشته باشه، حتی بچه های کوچیک هم داشته باشن. حالا بستگی به ژنتیک آدم داره، بسته یه نفر بیماری تیروئید داره باید بکنید، یادتون باشه که حتما باید آب بخورید، از آب زیاد بخورید، چون که آب خوردن خیلی تاثیر داره برای چروک دور چشم و جوونی دور چشم. اولین کاری که میکنی حتما باید صورتتون رو مرطوب کرده باشید، کرم زده باشید، کرم دور چشم بزنید. حتما مثلا کسایی که اینجوری حالا داره، ببینید حالا من شاید اینجوری زیاد نداشته باشم، ولی وقتی اینجوری میکنی میبینید این خطو، یا حتی بعضی هستن که دیدی اینجا یه کیسه هست، یا حتی مثلا اینجا افتادگی داره، اینجا یه خط میفته، اینجا خط میفته، دلش افتادگی گونه است که اونم با ماساژ اینا برطرف میشه. حالا من این کرم پشت چشمم آرایش کردم، ولی زیر چشمم هیچ آرایش نداره. اینو میزنم، یه راز دیگه هم که هست، حتما باید صبر کنید تا این کرمی زیر چشمتون به خورد پوستتون بره، یعنی یکی دو دقیقه صبر کنید. هیچ وقت رو هم اول مثلا کرمتون رو نزنید، پوستتون رو آماده میکنید، حتما صبر کنید 10 دقیقه خشک بشه پوستتون، رو هم نزن. حالا شما به دو تا براش احتیاج دارید، یه دونش خیلی باید نازک باشه، حتی از اینم نازکتر باشه اشکالی نداره، یه دونش باید به این اندازه باشه. چیزی دیگه که احتیاج دارید، یا یه دونه کانسیلره که رنگش یکم صورتی توش داشته باشه، یا کالر کارکتر بزنید، یعنی تنظیم کننده یه رنگ. من اینو دارم و بستگی داره به مثلا به زیر چشم ها، مثلا اگه پوستتون تیره است مثلا نارنجی خیلی تاثیر داره، رنگ تیرگی رو میبره، ولی پوستتون مثلا اگه مثلا مثل من هست، ببینید این رنگی گلبهی، این رنگ برای کسی که پوستشون تیره تر هست خیلی عالیه. سعی کنید که رنگ کانسیلرتون رو 2 درجه روشن‌تر از پوستتون انتخاب کنید، نه زیادتر. حالا من یه کوچولو همیشه کم بزنید، هرچی کمتر بزنید بهتر. ببینید من یه کوچولو میزنم تو این، بعد من که شما ببینید سرم میارم پایین، ببینید اینجایی که حاله داره، دقیقا زیر این حاله رو ببخشید، دقیقا روی این حاله رو من کالر کارکتر، یعنی همون رنگ گلبهی یا پیچی میزنم. بعد من میتونم با براشم این کار انجام بدم که بخوابونمش روی پوستم، ولی چون دستم دوست دارم که زیر چشمم یکم خشک هست و دوست دارم که زودتر بخواب روی پوستم، دستم چون گرمه با دستم ضربه میزنم، حتی این کالر کارکتر من میتونم مثلا اینجا استفاده، یعنی میکنم خودم استفاده، چون اینجا می حالت تیرگی داره. حالا باز سرم دولا میکنم، میبینم یه کوچولوی دیگه اینجا احتیاج داره. خب ببینید همین الان چقدر تفاوتشه، این میبینید، اینو این یکی رو نمیذارم که شما ببینید. میتونید با براش همه اموری که گفتم اینو بخوابونیدش با ضربه زدن، هیچ وقت نکشید، بزنیدش روی پوستتون. خب این در این حاله. ببینید شما لازم نیست که همینه، من حالا اینا رو میذارم توی دسکریپشن، هم میذارم اینا رو تو قسمت توضیحات، اینایی که لوازم آرایشی که دارم و میذارم، ولی ببینید بستگی داره که چی به پوستتون میاد یا هر چیزی دیگه که در دسترستونه. فقط یه دونه رنگ مثلا کانسیلرتون یکم صورتی توش داشته باشه، چون این صورتی توش نداره، من از کالر کارکتر استفاده کردم. یا میتونید یه کالر کارکتر فقط این رنگی بگیرید و با یه کانسیلری که دارید،
بستگی داره به هر چیزی که مثلا در دسترستون هست، لازم نیست همین مارکی که من دارم باشه. خب بعد میام و پاک میکنم قلممو، میام من با کانسیلرم، احتیاج نیست که اصلا درش بیارم از این تو. خب هرچی که توی درشه مثلا اینقدر کم من احتیاج دارم. خب هرچی که سن بالاتر میره کمتر لوازم و ریش بهتره واسه پوست. وقتی که سن جوانتر هستی هرچی که میزنین روی پوست اصلا نشون نمیده، چروکا نشون داده، یعنی چروکی ندارن که نشون داده بشه. بس بهتره من بس موقعی که مثلا سن از 35 سال میره بالا هی باید کم 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 این کرم پودر اینا رو کم ترش کنیم، چون پوست قشنگ تر نشون داده میشه. من در این حالت باز میزنم روی روی همون حاله. اینجای بعضی هم اینجا گوده. خب و اینا میذارم یه 2 دقیقه بمونه. و برای اینکه مثلا برای حالا برای اینکه لیفتم داشته باشه، لیفت داشته باشه گوشه چشمم، این حالتی اینجا رو میذارم، میذارم همینی که توی براشم مونده، اضافه نکردم بهش هیچی. حالا میام و با این براشی که گفتم بهتون بزرگتر یه ذره، میام و میزنم روی همون قسمتی که میخواستم. البته هنوز من صورتم هم کرم پودر نداره، ولی خب میخواستم بهتون نشون بدم فقط کانسیلر و تنظیم کننده یه رنگ چقدر تاثیر داره. ببینید حالا من وقتی روی این پودر میزنم خیلی عالی میشه و پر نشون داده میشه. حالا باز پودرم میزنم که شما ببینید. نم سعی کنید پودری که میزنید تون روی دستتون دش کنید. بعد میام و ببینید چقدر تفاوت کرد و این حالتی میگیرم که ببینید اصلا این حاله این طرف پیدا نیست و چقدر تفاوت پیدا کرد. حالا من میرم آرش کامل صورتم انجام، البته باید اینو پاک کنم به خاطر که پودر زدم، میخوام کرم پودر بزنم، آرش کامل صورتم میکنم و برمیگردم. خب من آرشم کردم و برگشتم. لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید. ممنونم از همکاریتون. تا ویدیوی آموزشی بعدی، خدا نگهدارتون.